در 60 دقیقه امشب حادثه مرگبار برای شناور ارتش ایران در دریای عمان. منابع غیررسمی به اصابت موشک از یک ناو خودی اشاره می کنند. اتفاقی معمول یا اشتباهی دیگر از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. با یک کارشناس مسائل نظامی سناریوی محتمل را در این زمینه بررسی می کنیم. همچنین در برنامه امشب عزل وزیر صنعت ایران همزمان با آشفت بازار گرانی خودرو، رضا رحمانی با حکم روحانی برکنار شد. امروز برنامه‌ای به پارلمان ارائه کردم که اجراش به بررسی دائمی داده‌ها و به تعقل مردم بریتانیا و رعایت مقررات بستگی داره. اقدام جنجالی نخست وزیر بریتانیا برای کاهش محدودیت‌های کنترل کرونا، منتقدان می‌گویند که برنامه جانسون عجولانه و تفرقه انگیز است. و نوای امید از خانه به خانه، کنسرت مجازی خوانندگان ایرانی، هدیه‌ای به مناسبت روز مادر در آمریکا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 19 افسر، درجه دار، سرباز و خدمه نیروی دریایی ارتش ایران در سانحه ناوچه کنارک در آبهای دریای عمان کشته شدند و 15 نفر دیگر زخمی. منابع رسمی توضیح چندانی درباره دلیل این سانحه ندادند، ولی خبرهای غیررسمی روایتی هولناک را به تصویر می‌کشد. گفته می‌شود که در جریان یک تمرین نظامی ارتش ایران، ناوشکن جماران به اشتباه ناوچه کنارک را با موشک کروز هدف قرار داده، ضربه کاری به نیروهای خودی زده. نیروی دریایی اعلام کرده که تا انجام تحقیقات کارشناسانش نباید در این باره گمانه زنی کرد. سانحه‌ای که در افکار عمومی زخمی دیگر را تازه کرد. موضوع ساقط کردن هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران را. چطور چنین اتفاقی افتاده؟ حیثیت حکومتی که نیروهای مسلح خود را مایه اقتدار توصیف می کند با چنین ضایعه‌ای چه آسیبی می بیند؟ بعد از گزارش علی همدانی بیشتر در این باره حرف می زنیم. و 15 مجروح بر اثر سانحه در شناور پشتیبانی. تلویزیون ایران همچنان به سانحه خواندن آنچه رخ داده بسنده کرده، بی جزئیات. ناوچه اینجا منهدم شده، نقطه‌ای که ارتش ایران آن را در آب‌های عمومی دریای عمان میان جاسک و چابهار توصیف کرده، محدوده 80 کیلومتری. و این تصاویری از ناوچه حادثی دیده که به اسکله آورده شده. مردم محلی میکوشند یکی از سرنشینان را نجات دهند. ارتش ایران از ارائه جزئیات بیشتر درباره آنچه رخ داده خودداری کرده. این ارگان نظامی در بیانیه‌ای به حادثه دیدن این ناوچه بسنده کرده، اما توضیحی درباره تعداد بالای کشته ها نداده. فرمانده ارتش ایران هم کشته شدگان را شهید خوانده و شهادتشان را به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خانواده ها تسلیت گفته. همزمان با انتشار این گزارش، خبرهای غیر رسمی از شلیک اشتباه موشک توسط یک ناو ارتش ایران، ناو جماران، منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها که بعضی از رسانه‌های داخلی ایران هم آن را منتشر کردند، یک موشک کروز توسط ناو جماران اشتباهی این ناوچه را هدف قرار داده. تصاویری از این ناوچه وقتی که سالم بود در سواحل کنارک، محل پهلو گرفتنش. شهریور سال گذشته، این موشک کروز دریایی نور که ایران آن را نور چشم نیروهای مسلح خواند، در تمرین دریایی برای نمایش این موشک دریایی ساخت داخل. در گزارش‌های منتشر شده گفته شده موشک شلیک شده از ناو جماران همین موشک است. آب‌های جنوبی ایران بار دیگر پرحادثه. اگر گزارش‌های خبری مرتبط با شلیک موشک خودی صحیح باشد، بعد از شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، این دومین حادثه مرگباری است که در کمتر از 6 ماه نیروهای نظامی ایران هدفی اشتباه را با موشک می‌زنند. علی همدانی، بی بی سی. مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، از تورنتو با ما هستند. آقای میهایلوویچ، مقام‌های رسمی اطلاعات چندانی درباره جزئیات حادثه نمیدن،
ولی گفته میشه که ناو جماران با موشک نور این شناور رو هدف گرفته. چطور ممکنه که چنین حادثه رخ بده؟ اولین ایده اینه که باید بگیم که مانورهای نظامی خب همیشه انجام میشن و معمولا وقتی انجام میشن از پیش اعلام میشه که چه کار میخوام بکنن و مناطق به اصطلاح استثناء رو مشخص میکنن که در اون مناطق مشخص که شعاعشون به کیلومتر مثلا مشخص میشه چند کیلومتره اونجا هدف قرار نمیگیره و بنابراین اگر که موشکی رو شلیک کنن اون موشک سیستم متمایز خودش رو داره برای راهبریش و برای هدایتش. به نظر میاد که در این مورد خاص این کشتی که هدف قرار گرفته شده در اون منطقه مستثنا شده به اصطلاح قرار نداشته. در واقع موشک به جای اینکه به خود اصل هدف بخوره به سمت این کشتی رفته. بنابراین من فکر می‌کنم که شاید فاصلش فقط 2 تا 3 کیلومتر بیشتر نبوده باشه با اون هدف و در چنین شرایطی موارد این چنینی خب امکانش هست و دقیقاً به همین دلیل هست که باید خوب برنامه‌ریزی بشه قبل از مانور برای اینکه منطقه استثناء رو برنامه‌ریزی کنن، مشخص کنن، نحوه لانچ و پرتاب موشک‌ها رو برنامه‌ریزی کنن و وقت هیچ کسی در اون منطقه حائل یا مستثنا نباشه که هیچ نوع اسلحه‌ای هم به سمت شلیک نشه. گفته شده که موشکی که این ناوچه رو هدف قرار داده موشک نور هست، نوعی موشک کروز که گویا از یک مشابه چینی کپی برداری شده. کمی در مورد این موشک بگید. مبنای یا پایه این موشک نور هم شما اشاره کردین یک موشک چینی است که در میانه دهه 90 میلادی طراحی شده. موشکی بود که صادر می‌کردن چینی‌ها، بنابراین ایران هم شاید دو جین از این موشک‌ها رو خریداری کرده و بعد از اون خود چینی‌ها مدل‌های جدیدی از اون رو مثل 021, 021K و غیره رو طراحی کردن، تغییراتی درش دادن و همچنان به صادرات اون مثلا به کشورهای مثل نیجریه و کشورهای دیگر ادامه دادن. اما موشک نور رو ایرانی ها از طریق مهندسی معکوس به اصطلاح طراحی کردن در کارخونه های خودشون، بنابراین اومدن این رو مهندسی معکوس کردن، تا حدی طراحیش رو از جمله سوختش رو از جمله کلاهکش رو اینها رو تا حدی عوض کردن، از جمله نحوه هدایتش رو. تا اونجا که من میدونم چند نسخه مختلف داره. نور نسخه به اصطلاح پایش هست، نور یک هست، نور دو هست که رنج یا برد بیشتری داره و نورهای دیگری هم هستن و و موشک قدیر هم همینطور که موشک جدیدی است که تا 300 کیلومتر برد داره. بنابراین کلا 5 جور بردهای مختلف و اون کشتی که اینو شلیک کرده 4 تا لانچر یا پرتاب کننده داره. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که کدوم یکی از این 4 نوع رو نور بیسیک، نور پایه یا 1 یا 2 یا کدوم رو شلیک کرده باشه. با توجه به اینکه کدوم موشک شلیک شده باشه میتونیم اون وقت بدونیم که بردش چقدر بوده باشه. اصولا این موشک ها رو از یک سکوی پرتاب میکنن و حدودا برای 3/4 مسیر خودش هدایت میشه بسته به اینکه هدفش کجا بوده باشه و بعد با اون سیستم هدایت یه محاسبه میشه و بعد در اون قسمت آخر مسیرش با موج‌هایی که دقتشون به میلیمتر میرسه خیلی با دقت زیادی روی هدف به اصطلاح صفر میکنن و به سمت هدف میرن. راه‌های مختلفی هست برای اینکه موشک رو شما هدایت کنین. به عنوان مثال مثلا میتونن از لانچرهای ثابت یا چرخدار یا از طریق
حتی هواپیما پرتاب بشن. ولی خب در این مورد قاعدتا این رو از کشتی پرتاب کردن و خب خورده رفته به سمت هدفی که در منطقه به اصطلاح مستثنا قرار گرفته شده و متاسفانه با اون برخورد کرده و وقتی که کلاهک این موشک به هدف خودش برسه واقعا شانسی برای اجتناب از اون نیست. این طریق هدایت یک طریق متداولی هست و برمرین اجتناب از این موشک کار دشواری است و این موشک CA-02 قبلا هم استفاده کردن ازش در سواحل لبنان. به عنوان مثال در سال 2016 یکی از کشتی های اماراتی هم از این طریق صدمه دید. بنابراین میدونیم که به اصطلاح کارنامه خودش رو و سابقه خودش رو در نبردها پس داده و خب پرهیز از اون دشواره برای اینکه در حد میلیمتر هست دقتش، ولی خب غیر ممکن نیست. کشتی‌های مدرن ابزاری دارن برای تشخیص موشک، ولی از طرف دیگه توپخانه هایی هستند روی بعضی از این کشتی ها که میتونن اینها رو به اصطلاح اینترسپت کنن، در اون مرحله آخر رسیدن به هدف اون رو دفع کنن و هدف قرار بدن. ولی خب در این مورد این کشتی شانسی نداشته برای اینکه وقتی که در اونجا بوده هیچ ایده‌ای نداشتن که این موشک داره به سمتشون میاد و متاسفانه این حادثه اتفاق افتاده. اگه خیلی کوتاه بگید ممنون میشم. وقتی ناوچه خودی هدف قرار میگیره چقدر فضا برای شناورهای دیگه خطر آفرین میشه؟ کوتاه لطفا. آتش به اصطلاح دوستانه یا خودی خیلی غیر متداول نیست، به خصوص در تمرین هایی که در روی خشکی انجام میشه از طریق توپخانه، ولی خب در روی دریا هم میتونه انجام بشه. دلیل اینکه خب ارتش ها تمرین میکنن با مهمات دقیق و مهمات واقعی، وقتی که این کار میکنن باید همونطوری گفتم این مناطق به اصطلاح مستثنا یا اکسکلوژن زونز رو تعیین کنن برای اینکه بتونن که امنیت نیروهای خودشون رو تضمین کنن. متاسفانه خلیج عمان یک محدوده نسبتاً کوچکی هست، کم وسعتی هست، بنابراین احتمال اینکه شما با آتش خودی هدفش قرار بگیرید خیلی بیشتر است نسبت به مناطق دیگر. ولی خب برای همین است که برنامه ریزان نظامی باید از قبل خوب برنامه ریزی کنن قبل از پرتاب و این مناطق استثنا رو یا مستثنا رو طراحی کنن، مشخص کنن و اون وقت به همه طرف های درگیر این رو مکالمه کنن. خلیج فارس یک منطقه پرترافیکی است، بنابراین خب کشتی های زیادی ممکنه در اون باشن و مورد هدف قرار بگیرن، آتش خودی یا حتی آتش عمدی، به خصوص به این دلیل که شما کشتی‌های تجاری اونجا دارید، کشتی‌های نظامی دارید، زیردریایی دارین، بنابراین نیاز به یک برنامه‌ریزی، نیاز جدی است به برنامه‌ریزی خیلی خیلی خوب تا از چنین سوانح و ضایعه‌های پیشگیری بشه. فاصله بین آب‌های سرزمینی بیشتر در فاصله آب‌های سرزمینی اتفاق ممکنه بیفته، چون این آب‌های سرزمینی خیلی محدود هستن، فواصل در این منطقه خیلی تنگ هست و بعضی وقتا این موشک‌ها و پرتاب کننده‌های اونها بی‌نقص نیستن و بنابراین مثل این مورد شاهد این موارد هستیم. شاید هدف اصلی که برای موشک نور این موشک نور در نظر گرفته شده بودند کوچکتر بود، کوچک بود و خب این کشتی بزرگتره، بنابراین کلاهک موشک نرفت به سمت اون هدف اصلی کوچک و بلکه رفت به سمت این کشتی که بزرگتر بود از اون هدف. در این مورد تنها راه حل برای تامین امنیت و ایمنی و تامین جان کارکنان اون خدمه اون کشتی بود که این موشک رو بتونن از دور ببینن، از قبل ببینن و اون رو متوقف کنن، که خب به دلیلی که گفتم امکانش نبوده. ممنونم، سپاسگزارم از مایک
میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروی مسلح کانادا. گفتگوی داریم با دو میهمان دیگه در این باره. میثم بهروش، پژوهشگر رابط بین المللی دانشگاه لند سوئد از مالمو با ما هستند و همینطور دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل از لاهه هلند. سوال اول رو از آقای بهروش میپرسم. حیثیت حکومت که نیروهای مسلح خودش رو مایه اقتدار توصیف میکنه، از نظر شما با چنین ضایعه‌ای در چه وضعیتی قرار میگیره؟ ببینین، خب طبیعتا اتفاق ناگواریه و در واقع حادثه منفیه و بچه در واقع حکومت رو و نیروهای نظامی رو به طور منفی تحت شعاع قرار میده. در کنار این قضیه، منتها من این رو اضافه بکنم که هنوز دقیقا مشخص نیستش که این چجوری اتفاق افتاد. البته اینکه اون علت قضیه چی بوده به طور دقیق ما بخوایم مشخص بکنم چگونگی رخ داده این حادثه چجوری بوده، تأثیری بر این برداشت نمیذاره که به هر حال در نهایت امر برمیگرده به ناتوانی، عدم توانمندی، دقت ناکافی و موزل مدیریت. مدام من حالا فرصت شد بیشتر درباره اش حرف میزنم. فقط سه فرضیه رو که الان مطرح هست درباره این حادثه ناوچه شناور کنارک این رو مطرح بکنم. بعد اگه این فرضیه ها رو یکی یکی خیلی کوتاه بگید لطفاً. خیلی کوتاه. ببینین، بیانیه رسمی ارتش صحبتی از این رزمناو جماران نکرده که در واقع چون بحث یه بحثی که عمدتا مطرحه اینه که از طرف جماران موشک شلیک شده خورده به کنارک، کنارک حالا غرق شده یا بردنش کنار ساحل. بیانیه رسمی ارتش میگه که دوچار در حین تمرین دریایی دوچار حادثه شد. ما مشخص نمیدونیم که این دور مستقل براش پیش اومده یا موشک کروز خورده. فرضیه دوم این موشک کروزه که به اشتباهی از طرف جماران شلیک شده به سمت کنارک کوچیکتر هستش و این رو حالا غرق کرده یا دچار حادثه کرده که این رو کشیدن به سمت ساحل. این دوتا هم اینم مطرح هستش که ما نمیدونیم حالا کاملا غرق شده. و فرضیه سوم؟ و سوم هم احتمال حمله سایبریه. احتمال همین. خیلی خوب آقای گلریز، شما چی فکر میکنید؟ حکومت ایران روی امنیت خیلی مانور داده، با این وصف چقدر واقعا میشه به نهادهای مسلح اعتماد کرد؟ درود بر شما آقای بهروش و بینندگان عزیز و با عرض تسلیت به مردم ایران و بازماندگان سربازان ایران که متاسفانه دوباره قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند. ببینید، اگر در طول این یک سال گذشته یا شاید قبل‌تر که سیاست آمریکا و منطقه به خصوص بعد از برکناری یعنی کنار رفتن آقای اوباما و دکترین اوباما که به نوعی دنبال این بود که بتونه توازنی در خاورمیانه بین تهران و ریاض یا بخش شیعه و سنی به وجود بیاره، صحنه عوض شده و این صحنه در اصل به شکلی عوض شده که الان در مقایسه با یک سال پیش جمهوری اسلامی به عنوان یک عاملی که میتونست طبق اون دکترین آقای اوباما امنیت رو در خاورمیانه تضمین بکنه، الان شده به عامل ناامنی. ناامنی نه فقط برای منطقه، کشورهای منطقه، اشاره میکنم به صحبت‌های امروز وزیر امور خارجه امارات که با تمسخر به ایران گفته که اگر امکانش باشه ما افرادی رو بفرستیم برای بروزرسانی سیستم رادار شما که یه موقع به همسایه‌هاتون دوباره نخواین حمله بکنید. میدونید این حس ناامنی برای مردم ایران هم هست. الان نه فقط بعد از حمله به عین الاسد در عراق که میدونید هواپیمای اوکراینی با 176 شهروند ایرانی و غیر ایرانی کشته شدند، بلکه الان ما ببینیم که سربازان ایران هم به اشتباه به خاطر استراب بالا مورد کشته شدن قرار میگیرند و جمهوری اسلامی هم مشخص بعد از تقریبا 24 ساعت هنوز نگفته که دقیقا چه اتفاقی افتاده، واقعا به کجا رسیده و باید فعلا گمان زنی کرد. کل مجموعه این هستش که آقای موسوی، جمهوری اسلامی به خاطر اینی که
اولویتش مردم ایران نیست، به خاطر اینکه اولویتش امنیت نیست و به خاطر اینکه فقط با نوعی ناامنی محدود میتونه در دیپلماسی خودش رو باز بکنه، طبیعتاً وارد این جور کارها میشه و اشتباه توش خیلی ممکنه زیاد باشه، شاید هم عمد باشه، معلوم نیست. ببینید، یکی از شگفت‌انگیزترین حملات تاریخ پهپادها حمله‌ای بود که میگن از طرف ایران یا نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی به آرامکوی عربستان اتفاق افتاد. از نظر موفقیت واقعا شگفت انگیز، طبق گزارشات اسرائیلی ها، من به خود ایرانی ها کاری ندارم، ولی نتیجه این باز شدن در دیپلماسی با ریاض نبود، باز شدن در دیپلماسی با بقیه کشورها نبود، بلکه این حس ناامنی رو دامن زد در خاورمیانه و این حس الان برای مردم ایران تبدیل به کشته شدن مردم ایران. آقای بهرویش، آقای گلیز به نکته خوبی اشاره کردن. 24 ساعت از این قضیه، بلکه بیشتر میگذره، هنوز ما در مورد فرضیه ها صحبت میکنیم. چرا نیروهای مسلح ایران اگر نیمکاسه ای اصطلاحاً زیر کاسه نیست، اگر نقطه ضعفی وجود نداره، نمیان توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده؟ بله، ببین، این که خب این شفافیت نیستش، به طور شفاف اطلاع رسانی نمی کنن. حالا مورد خیلی در واقع جدی ترش این قضیه اسقاط هواپیمای اوکراینی بود که خب سه روز سکوت کردن. خب این به هر حال یک ویژگی در واقع خیلی جدید یا خیلی غیر متعارفی نیست در ما توی جمهوری اسلامی دیدیم. منتها من یه نکته رو فقط اضافه بکنم که در واقع اینجا نظر من یه ذره متفاوت هست با آقای گلجیز. اونم این که جمهوری اسلامی یا این سیستم مدیریتی حالا در حوزه نظامی و امنیتی اطلاعاتی، مطمئناً اگر به فکر حکومت هم به فکر مردم هم نباشه، که در خیلی موارد نیستش، نه که ما به طور مطلق بگیم نیست، در خیلی موارد نیست یا اولویت‌هاش برای اولویت‌های دیگه‌ایه، حتی اگر به فکر مردم هم نباشه، این اتفاقهایی که میفته به شدت به ضرر خودشه. ببینین، و لااقل از این جهت انتظار میرین انگیزه رو داشته باشه که اصلاح بکنه، یعنی درست بکنه که این اتفاقها نیفتن. من یه مثال میزنم از چند سال پیش. در نوامبر 2011 انفجاری اتفاق افتاد در پادگان، اگر اشتباه نکنم، شهید مدرس در بیگن نزدیک ملار. من اون موقع تهران بودم و حتی اون پس لرزش رو ما احساس کردیم که در واقع اون سیلوی موشکی منفجر شد و پدر موشکی ایران حسن تهرانی مقدم اونجا فوت کرد. یا همین اواخر 2018 سرقت اسناد هسته‌ای با بالای 500 کیلو اسناد هسته‌ای ایران رو اسرائیل برد و خیلی فضاحت به بار آمد. یا همین مثلا ترور آیه قاسم سلیمانی، خب اینها ضعف اطلاعاتی، یعنی ضررش داره به خود حکومت هم با همون مختصاتش میرسه، و اگر نمیتونن جلو اینها رو بگیرن، به نظر من نشانه ضعف مدیریت، بی تدبیری، ناکارایی و اینها هست. بسیار خوب. آقای گلریز، شما اشاره کردید که امنیت بسیار شکننده است. از طرفی هم خب چند روز پیش رئیس جمهوری آمریکا دستور شلیک داد، گفت که اگه نیروهای ایرانی مقابل ارتش آمریکا قرار بگیرن، ارتش آمریکا میتونه درگیر بشه. چقدر حوادثی از این دست احتمال درگیری و جنگی که همه ازش میترسند رو مطرح میکنه؟ من معتقد نیستم که جنگی اتفاق خواهد افتاد بین تهران و واشنگتن، به خاطر اینکه انقدر عقل دارن سران هر دو پایتخت که میدونید طالب جنگ نیستن، و ایران هم واقعا از نظر نظامی اصلا نمیتونه رقابت بکنه با آمریکا. ببینید، الان در موشکایی که با افتخار میگفتن زدن به عین الاسد، پایگاهی که امریکایی‌ها توش بودن، که کسی هم کشته نشد خوشبختانه، البته الان اونجا چندین پاتریوت اومده، پاتریوت آمریکایی، و عملا میدونید واکنش معکوس داشت. یعنی این ناامنی هایی رو که میدونید به وجود میاره جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به یه شکلی هم به مردم خودش و هم به دنیا بگه که ما میتونیم مقابل فشارهای دنیا، دیگه الان دیگه فقط فشار آمریکا نیست، الان میدونید بحث مکانیزم ماشه در مورد برجام از ژانویه عملی شده توسط اروپایی‌ها، نه فقط امریکا، برای اینکه بتونه در دیپلماسی رو باز بکنه، اینجور تحریکاتی رو انجام میده و این اشتباهاتی رو هم گهگاه اتفاق میفته
و این راهی رو باز نخواهد کرد در نهایت امر، چون همونجور که عرض کردم خدمتتون، اتفاقی که افتاده اینه که با روی کار آمدن آقای ترامپ، جمهوری اسلامی و ایران تبدیل شده به یک فاکتور ناامنی، و چون که جمهوری اسلامی مردم براش در اصل و قربانی کردن مردم در طول این 40 سال وسیله‌ای بوده برای اینکه بتونه بقای خودش رو تضمین بکنه، طبیعتاً هر روز با این جور اتفاقات ما میتونیم مواجه بشیم. ببین فقط الان بحث این اتفاق اخیر نیست، الان بحث نفتکش ساچی هم هنوز هستش که معلوم نیستش که واقعا چه اتفاقی افتاد و 30 و چند نفر کشته شدن. یا حتی در مورد فرض بکنید الان ما نزدیک هستیم به بزرگداشت آزادسازی خرمشهر اوایل جنگ، چرا بعد از اوایل جنگ ادامه میدادن؟ صرفا همه اینا برمیگرده به راهبردی که توش متافیزیک شیعه، اسلام و جمهوری اسلامی برای بقای خودش، اصلا برایش هم مهم نیستش که آیا مردم این وسط کشته بشن یا نه، و راه دیپلماسی هم با آمریکا باز نخواهد کرد. خیلی ممنونم آقای گلریز، اشارتون به نفتکش سانچی بود. دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل از لاهه هلند با ما، و همینطور میثم بهروش، پژوهشگر رابطه بین الملل دانشگاه لند سوئد از مالمو. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافر برای اوکراین که حدود 4 ماه پیش با شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد، در یک تومار اینترنتی گفتند که حریم هوایی ایران امن نیست و از شرکت‌های هواپیمایی خواستند تا در آسمان ایران پرواز نکنند. مخاطبان این تومار مقام‌های اتحادیه اروپا و شرکت‌های هواپیمایی اروپا هستند. آنها در این نامه پرسیدند که چه کسی می‌تواند تضمین کند ایران دوباره به چنین کاری دست نخواهد زد، وقتی خبری از همکاری در تحقیقات نیست و ایران به گفته آنها از عوامل جنایت تقدیر می‌کند. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در هواپیمای اوکراینی از دست داد، از امضا کنندگان بیانیه اخیر از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای اسماعیلیون، این فراخوان همزمان شده با حادثه‌ای که برای ناوچه کنارک رخ داد. فراخوان شما به همین دلیل صادر شده یا اینکه این همزمانی اتفاقیه؟ من ابتدا همدردی عمیق خودم و سایر خانواده‌های پرواز 752 رو نسبت به بازماندگان این فاجعه جدید اعلام می‌کنم. قصد مقایسه ای هم ندارم، چون الان وقتی اونها داغ دارند شاید مقایسه درست نباشه که من به غیر نظامی بودن پرواز 752 اشاره کنم، و شاید شایبه عمدی بودنش رو باید بگم، چون این مسئله در مورد پرواز ما وجود داره. حقیقتش ما از این فاجعه جدید بی خبر بودیم. ما بر اساس خبر 2 روز پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی و اسنا این کارزار اینترنتی رو شروع کردیم که در اون گفته شده بود شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به سرپرستی یا به مدیریت لوفتانزا با سازمان هواپیمایی کشوری مذاکرات متعددی داشته که از کریدور هوایی ایران استفاده بکنه. منظورم از کریدور هوایی، چون که پروازهای تا پیش از جنایت PL752 پروازهای اروپایی از فراز ایران میگذشتن برای رفتن به جنوب خلیج فارس، به آسیای جنوب شرقی و هند، ولی بعد از این ماجرا متوقف شده بود. آقای اسماعیلیون، در تومار نوشته شده که تضمینی نیست که اتفاقی از این دست دوباره رخ نده. این نکته البته قابل درکه از طرف شما که هنوز بعد از 4 ماه لباس سیاه رو از تنتون بیرون نکردید، ولی مایلم بیشتر درباره این نگرانی و اندیشه شما بپرسم. این حرف اصلی ما اینه که پاسخ جنایت اعتماد نیست. وقتی که کسانی جنایت رو مرتکب شدند و به عنوان مثال امیرعلی حاجی‌زاده در تلویزیون رسما اعتراف کرده و گفته من مسئولیت رو به عهده میگیرم، ایشون باید زندان می بود، ولی 3 ماه بعد میاد در تلویزیون از 37 دقیقه زمان بهش داده میشه تا به عنوان یک قهرمان ظاهر بشه. وقتی که جعبه سیاه رو در همون 2 ماه اول که باید میدادن مقایسه کنید با MH17 که در اوکراین رخ داد و 4 روز بعد میلیشیایی که اونجا هواپیما رو زده بود جعبه سیاه رو تحویل داد، ولی جمهوری اسلامی بعد از 120 چند روز جعبه سیاه رو هنوز پیش خودش نگه داشته. سوال ما اینه که
چطور نمیتونن دوباره یک هواپیما رو بزنن و سه روز مخفی کاری کنن. سازمان هواپیمایی کشوری طرف مذاکره شرکت اروپایی خودش در دروغگویی و لاپوشانی دخیل بوده. ما نمیخوایم این اتفاق دوباره تکرار بشه. و از کجا معلوم چه کسی میتونه ضمانت بده که این اتفاق دوباره تکرار نخواهد شد؟ گفتگو با شما خیلی گفتگو سختیه، آدم واقعا قلبش به درد میاد. چه تعدادی از خانواده های قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری که توسط سپاه پاسداران ساقط شد از این فراخوان شما حمایت میکنند؟ این فراخوان رو شخص من منتشر نکرده، این از طرف انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 منتشر شده و انجمنی که ما داریم و تعداد زیادی از خانواده ها، من میتونم بگم اکثریت خانواده ها در هر جای جهان که هستند از ما حمایت میکنند، از این بیانیه هم حمایت میکنند و میتونم بگم که 752 یا اون 176 نفری که پرواز در این پرواز بودند یک عدد نیست. اینها شامل بچه ها، نوجوانان و مردان زنان شریف و مفیدی بودند که برای جامعه که متاسفانه در یک جنایت از میان رفتند، ولی ما نخواهیم گذاشت که این مسئله مشمول مرور زمان بشه. سپاسگزارم از حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران از دست داد. ظاهراً التهاب در بازار خودرو ایران گریبان وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم گرفت. در حالی که قیمت پراید به حدود 80 میلیون تومان رسیده، رضا رحمانی با حکم رئیس جمهوری از مقامش برکنار شد. چند ساعت قبل از آن گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو منتشر شد که نشان میداد اختلاف قیمت رسمی با قیمت بازار آزاد باعث فساد شده، چیزی که خودروسازان هم از آن شاکی‌اند. بهرنگ تاج‌دین از روزی پر سر و صدا در صنعت خودرو میگوید. پیش رسما متوقف شد، ولی بالا رفتن پرشتاب قیمت آن در بازار کار دست وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران داد. گفتن که افزایش قیمت داده. بعدم به گفته ای سایت رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی جمعه از رضا رحمانی خواسته بود سریعاً با هر گونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خودرو مقابله کند، ولی تنها سه روز بعد رحمانی برکنار شد و معاونش حسین مدرس خیابانی جانشین او شد. آقای روحانی در نامه‌ای از سرپرست جدید وزارت صمت خواست تمام توان و وقت خود را صرف تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو و بهبود فضای کسب و کار کند. چند ساعت قبل از برکناری رضا رحمانی، رئیس قوه قضاییه ایران او را وزیری پرتلاش خوانده بود و گفته بود نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است. خردهای قاطع دستگاه قضایی با اخلالگران در نظام تولید و توزیع و ارز و طلا، این یه امری است که همیشگی خواهد داشت، اما اینا نظامات رو اصلاح نمی‌کنه. باید نظامات این قضیه اصلاح بشه که از درونش اخلالگر بیرون نیاد، از درونش دلالی بیرون نیاد. میدونیم در روزهای اخیر یک ارتباطات، مکاتبات و ملاقاتهایی بوده بین وزیر صمت و همچنین رئیس قوه قضاییه. گویا مسائل آشفتگی در بازار خودرو به مسئله سیاسی و حتی امنیتی داره تبدیل میشه و با این واکنش و با عزل این وزیر، حسن روحانی تلاش میکنه که به هر حال که بگه که ما داریم مشکلات رو مرتفع میکنیم. حال اینکه مشکلات نه با اومدن یک وزیر ایجاد شده نه با رفتن یک وزیر از بین میره. تولید انواع پراید قرار است از تیر امسال رسما به طور کامل پس از سه دهه متوقف شود، ولی پس از بالا رفتن شدید قیمت پراید در روزهای اخیر، شورای رقابت تصمیم گرفت که قیمت رسمی محصولات خودروسازان داخلی را افزایش بدهد. به طور متوسط فرآورده‌ها و تولیدات ایران خودرو 10% افزایش پیدا می‌کند و باز هم به طور متوسط فرآورده‌های شرکت سایپا 23% افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب قیمت رسمی پراید 111 42 میلیون و 100 هزار تومان خواهد بود، تقریبا نصف قیمت آن در بازار آزاد. در کنار این شرایط جدیدی هم برای پیش فروش خود را تعیین شد. قرار بر این شد که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشه
داشتن گواهینامه و سن بالای 18 سال هم الزامی شد و عدم خرید متقاضیان عزیز که در طی 3 سال گذشته از طرح‌های پیش‌فروش دو تا خودروساز بهره‌مند نبودند و میشه گفت در فروش‌های فوق‌العاده سند فروش خودرو در رهن باقی میمونه. امروز گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروی ایران هم به مجلس رفت. گزارشی که نشان میداد اختلاف نرخ رسمی با قیمت بازار آزاد فساد ایجاد کرده. در پیش‌فروش‌های انجام شده توسط خودروسازان داخلی ضوابط ثبت نام رعایت نگردیده، به طوری که در برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای مذکور از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازان و انتقادهای بعضی از نمایندگان اصولگرا از خودروسازان حتی شدیدتر است. اینها خیلی خوشحالن که افزایش قیمت، یکی میاد میگه آقا پراید 100 میلیون در میشه، ما تازه منتی هم سر مردم میگذاره میگه 90 میلیون میدیم با ضرر هست. یعنی دولتی هستن که پاسخگوی دولتی داشته باشن به هر حال، بلوان یه دستگاه دولتی دیوان محاسبات دستگاه دیگه هم ضوابطش ما تابع ما قرار دولت باشه و نه خصوصیان به معنی که رقابت پذیر باشه، بنابراین نه نظارت پذیر یه دولتی یا نه رقابت پذیر یه خصوصی. این حالته الان به نظر من وقتش که یه مدتی مردم خودشون یه کار فرهنگی بکنن و واقعا نخرن. با بالا گرفتن انتقادها، خودروسازان و قطع سازان در نشست مشترکی از قیمتگذاری دستوری خودرو انتقاد کردند. یک عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این نشست گفت اگر قیمت خودرو تعزیراتی می شود، باید از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید قیمت ها تعزیراتی شود. اگر ابتدای زنجیره یعنی مواد اولیه همگی در بورس کالا ارائه می شوند، باید اجازه دهند محصول نهایی یعنی خودرو نیز در بورس عرضه شود. این روزها هیچ کس از وضع صنعت خودروی ایران راضی نیست. نه خودروسازان، نه سیاستگزاران و نه مشتریانی که معتقدند محصولات داخلی گران و بیکیفیت است ولی چاره ای جز خریدشان ندارند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران روی خط تلفن با ما هستند. آقای پژویان، اول از این برکناری شروع بکنیم، چقدر وضعیت بازار خودرو رو برکناری وزیر میتونه به ثبات برسونه؟ سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتون. در واقع برکناری وزیر نقشی در اینجا نخواهد داشت مگر اینکه نقش وزارت سمت رو ما در این بدونیم که به عنوان یک کنترل کننده بازار و کسی که صنعت خودروی حیات خلوتش هست و به هر حال نفوذهای صورت میگیره باشه، وگرنه در غیر این صورت ایشون یک وزیری هستند که وظایفشون خیلی مشخصه و ایشون نقشی در بازار نباید داشته باشن اصلا. یعنی دخالت وزارت سمت در بازار خلاف تمام اصول اقتصادی است به هر صورتی که بهش نگاه بکنید. در نتیجه ایشون باید فراهم کننده یه اون راحل هایی هستن که مسیر تولید رو راحت میکنه و موانع تولید رو برمیداره. صحیح. قیمت رسمی تقریبا دو برابر، تقریبا نصف قیمتی است که در بازاره. از نظر شما چرا باید اینقدر تفاوت باشه؟ مشکل در کجاست؟ مشکل ما اصلا در بازارهای عمده و به خصوص در بازار خودرو به این است که نه نرخ در واقع رسمی معنا داره و نه نرخ بازار معنا داره. ما در چارچوب اولی اقتصاد که یک دانشجوی کلاس اول اقتصاد این رو یاد میگیره میگیم آقا بازار رقابتی باید باشه تا مکانیزم بازار قیمت رو تعیین بکنه. وقتی که بازار از شرایط رقابتی خارج بشه
دیگه این مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا نیست که قیمت رو به صورت بهینه تعیین میکنه و صنعت خودرو یک صنعت انحصاری است. در نتیجه قیمت بازار در اونجا معنی نداره. دو خودروساز حدود 95% کل بازار رو دارن. در نتیجه بازار با تمام معیارها و شاخصهایی که ما در اقتصاد داریم یه بازار انحصاری است. اونا میتونن با تغییر میزان تولید و ارزششون با قرار دادن قیمت‌های متفاوت و برسن به خودشون رو برسونن به اون سود حداکثری که مایلن تمایل دارن. در اینجا قانون شورای رقابت رو مسئول تعیین دستور عمل قیمت در بازار انحصاری قرار داده. و در گذشتم شورای رقابت یعنی در اولین زمانی که مسئله و مشکل قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش قیمت ارز و جهش قیمت خودرو به وجود اومد این دستور عمل صادر شد. این دستور عمل همچنان میتواند چون این دستور عمل قائل به زمان نیست یک فرمولی دارد که در هر زمانی با شاخص‌های مربوطه این قیمت خودرو رو تعیین می‌کنه، نه به اینکه شورای رقابت اعلام بکنه ما اجازه می‌دیم 20% قیمت این 10% قیمت اون افزایش پیدا کنه. این نشانه این است که شورای رقابت مسیرش رو کاملا درست گم کرد. خیلی خوب، اما قیمت دستوری همینه. خب آقای پژوه، قیمت دستوری که شما میفرمایید اینو کی دستور میده؟ چون الان اینطور به نظر میاد دست کم که گویا خود خودروسازا که شما فرمودید اتفاقا نقشی انحصاری هم دارن، جایگاه انحصاری هم در بازار خودرو بهشون داده شده، اینها هم از این قیمت بازار آزاد شاکی هم. ببینید شاکی بودن در این است که اونها میخوان قیمت رو خودشون تعیین بکنن، یعنی به عبارتی که میگن حاشیه بازار و بازار. خب این در شرایطی که بازار انحصاری کاملا بی‌معنا هستش، یعنی در اکثر قریب اتفاق کشورهای دنیا حتی در کشور امریکا که یک اقتصاد کاملا آزاد داره 100 سال پیش یک قرن پیش قوانینی گذاشتن که کسی نتونه از قدرت انحصاریش استفاده بکنه. یعنی در همه جای دنیا در اینجور موارد تشکیلات سازمان‌هایی هستند که بر اساس اصول اقتصادی دستور عمل قیمت رو تعیین می‌کنند، نه اینکه الان یک مسئله این است که وزارت صنایع ادعایی داره، سازمان عجیب و غریب حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و قیمت گذار و همه این حرف هم یک ادعایی داره. شورای رقابت که وظیفه اصلی اون تعیین دستور عمل قیمته تقریبا کنار قرار داره و نفوذی نداره در سیستم اقتصادی، به خصوص در بازار خودرو که الان یک چیزی نزدیک یک دهه هست که مشکل بسیار بزرگی در اقتصاد ایران هست و وجود داره. ممنونم از جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. با کند شدن روند گسترش شیوع کووید 19 در بعضی از کشورهای اروپایی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته تمهیداتی که برای کنترل ویروس کرونا در این کشور اتخاذ شده بود گام به گام اصلاح میشه، اما بیانیه او در این باره انتقادهای برانگیخته. آقای جانسون امروز به پارلمان رفت تا درباره این تصمیم توضیح بده. یکی از انتقادهایی که علیه بیانیه او مطرح شده بود این بود که تصمیمش باعث اختلاف بین انگلستان، اسکاتلند و ولز میشه. اسکاتلند اعلام کرده که سیاست خانه نشینی بی هیچ تغییری به قوت خودش باقی میمونه و ولز هم رغبتی به استان از محدودیت‌ها نشون نداده. آقای جانسون در جلسه امروز پارلمان سعی کرد که به این انتقادها پاسخ بده.
امروز برنامه‌ای به پارلمان ارائه کردم که اجراش به بررسی دائمی داده‌ها و به تعقل مردم بریتانیا و رعایت مقررات بستگی داره. در مناطق مختلف بریتانیا شرایط متفاوته و این به واکنشی قابل انعطاف نیاز داره. بخشی از بریتانیا شاید برای دوره طولانی تری تحت محدودیت‌های شدید باقی بمونن، اما هر سیاستی که متفاوت از بقیه باشه فقط برای دوره محدوده. به عنوان نخست وزیر بریتانیا تردیدی ندارم که ما باید با هم با این چالش روبرو بشیم و با اتحاد از این وضعیت بیرون بیاییم. انتقاد از بیانیه آقای جانسون فقط به خاطر اختلاف برانگیز بودن این نیست. منتقدان میگن که اعلام کاهش شدت محدودیت ها عجولانه بوده، جزئیات روشنی هم نداره. رهبر جدید حزب کارگر کیر ستارمر در گفتگو با بی بی سی اینطور از حرفای آقای جانسون انتقاد کرد. اون چه کشور ما بهش احتیاج داشت صراحت و همدلی بود و متاسفم که بگم چنین چیزی ندیدم. این بیانیه به جای اینکه به سوالی پاسخ بده باعث بیشتر شدن سوالهای ما شد. اون چه نخست وزیر گفت در عمل مثل این بود که به میلیون ها نفر بگی که از فردا برن سر کار، اما هیچ قاعده مشخصی اعلام نشده. با وجود ابهام‌های بیانیه آقای جانسون به نظر میرسه که در مقایسه با وضعیت هفته‌های اخیر خیابان‌های لندن صبح امروز کم و بیش شلوغ‌تر بوده. آقای جانسون گفت که افرادی که از خانه براشون کار ممکن نیست مثل کارگران ساختمانی و کسانی که در بخش تولیدی و صنعت فعال هستن بهتره که از این هفته سر کار برن، ولی در این حال توصیه کرده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنند. اما ابهام در بیانیه اولیه آقای جانسون و ظاهر متناقض حرفاش دستمایه واکنش‌های طنزآمیزی در شبکه‌های اجتماعی شده. مت لوکاس، کمدین بریتانیایی، این نسخه بدل رو از بیانیه آقای جانسون ساخته و در حساب توییتر خودش به اشتراک گذاشته. بهتون میگم یه جوری برید سر کار که نرید سر کار. از حمل و نقل عمومی برای رفتن سر کار استفاده نکنید. اگه میتونید از خونه کار کنید، برید سر کار. نرید سر کار، برید بیرون، نرید بیرون. بعدش ما یه کاری میکنیم یا نمیکنیم. هرچند بریتانیا برای اجتناب از یک وضعیت دشوار اقتصادی به کاهش محدودیت‌های کنترل کرونا نیاز داره، شاید این کار برای آقای جانسون آسان‌تر از غلبه بر ویروس کرونا نباشه. و اما تهران فریم نام یک صفحه اینستاگرامی است که در اون عکسهایی از پنجره‌های قدیمی شهر تهران منتشر میشه. گروهی از علاقمندان به معماری معاصر ایران عکسهایی رو در این صفحه منتشر میکنن. طرح‌های اختصاصی نرده‌های این پنجره اونها رو به آثار هنری قابل توجهی تبدیل کرده که نشان دهنده دقت و هنر معماران در طراحی اونهاست. سام فرزانه با مدیر این صفحه اینستاگرامی گفتگو کرد. طرحواره هایی که باعث شده این حفاظ ها و نرده های پنجره ها شکل بگیرن الهامات متنوعی داره. از طبیعت بگیر، داخل خیلی از اینا شما گل های متنوعی میبینید، برگ درختان رو میبینید، تا نقش مایه های تذهیب که یک هنر اصیل ایرانیه. از طرف دیگه شما نقوش هندسی رو هم میبینید که هم خیلی ایرانیه و هم خیلی مختص به شهر تهران. من سروش مهاجری هستم، معمار و پژوهشگر معماری معاصر تهران. من مدیریت یک صفحه اینستاگرامی رو دارم که داخلش پنجره های تهران رو ثبت میکنیم که با حفاظ‌ها و نرده‌های زیبایی تزیین شدن. از اواخر دوران قاجار این پنجره‌ها تقریباً شکل می‌گیرند با نرده‌ها و حفاظ‌هاشون. از پهلوی اول و به خصوص توی پهلوی دوم معمار، ریختگر و صنعتگری که درگیر این پنجره‌ها میشن شروع می‌کنن به طراحی کردن. پس از انقلاب یک وقفه ای افتاده بوده و الان تقریبا توی 20 سال اخیر معمارایی هستن که دوباره دارن این رو احیا میکنن. توی این چند سالی که حداقل من توی تهران قدم زدم، پراکندگی این پنجره ها همه جا بوده
ولی یک فرق عمده هست، اینکه ما هر چقدر از مرکز شهر به سمت پایین میایم به دلیل اینکه فرم ساختمون‌ها ساده تر میشه، کاری که انجام میده اینه که یک جزئیات خاصی رو مثل همین پنجره ها یا نرده های ایوون ها و تراس هایی که داشتن رو طراحی کنن. در نتیجه تنوع الگوها از مرکز شهر به سمت پایین اینا خیلی بیشتره. شاید چیزی که خیلی شگفت زدم کرد اون پنجره ایه که توی سرای منظری است که حس میکنم شبیه هرکوله. به نظرم اصلا انگار یک روایت عجیب غریبی رو داره صورت میده. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته که آدم ها نسبت به شهرهای خودشون شروع کنن یک همچین پروژه های شخصی رو رقم بزنن. خیلی خوشحال میشم که ما آدم هایی که حداقل دغدغه شهرهامون رو داریم بتونیم چشم های مردم رو نسبت به چیزی که اطرافشون داره اتفاق میفته تو همون شهر حساس بکنیم، و این خیلی مهمه که ما نسبت به شهرمون حس تعلق داشته باشیم که متاسفانه هر روز داره کم رنگ میشه و کاری هم از دست ما جز این کارا بر نمیاد. امسال روز مادر در آمریکا همزمان شد با دوران کرونا و قرنطینه. بنیاد زنان ایرانی آمریکایی به همین مناسبت یک کنسرت مجازی برگزار کرد که در اون شماری از خوانندگان و نوازندگان زن ایرانی حضور داشتند. از جمله اونها آریانا وفاداری، خواننده اپرا که همین الان هم خانم وفاداری از پاریس با ما هستن. ولی اجازه بدید که اول بخشی از این کنسرت رو ببینیم. وفاداری خواننده از پاریس با ما هستن. خانم وفاداری، در آلبوم خودتون خیلی رفتید سراغ شخصیت‌های اسطوره‌ای ایران، از جمله شخصیت‌های زرتشتی. چطور؟ چطور؟ خب سلام، خیلی خوشحالم با شما هستم. پدرم ایرانی زرتشتی بود و فامیل ایرانی من زرتشتی هستن، و برای من خیلی مهم بود که این طرف ایرانی زرتشتی خودش رو اکسپرس کنه. تا از وقتی که 5 سالگی بودم آمدم فرانسه و اپرا خوندم، کارم دیگه با موسیقی اروپا بود، موسیقی اروپا، اپرای اروپا، و یه طرف من لازم داشت همین قصه من از ایران لازم داشت زنده بشه، و به طرف مانترای زرتشتی، به طرف آیین زرتشتی دیگه زنده شده. گفتید که میخواستید خودتون رو بیان بکنید، سراغ موسیقی گات ها رفتید به صورت ویژه. چی در این موسیقی بود که شما رو جذب کرد؟ اول موسیقی نبود، فقط این شهر زرتشتی بودم. گاتا دیگه، خود آهنگ گاتا گم شدم، فقط موبدا گاتا رو میگن تو، ولی دیگه موسیقی گم شده و میخواستم موسیقی خودم بنویسم رو گاتای زرتشتی، رو این منتخای که به بدن خودم انقدر خوبی میکردم، و یه موسیقی نوشتم بین موسیقی
غربی، شرقی و جاز نوشتم. صحیح. خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه. در مورد این آهنگ روز مادر هم بگید که با جمعی از زنان خوندید. ببخشید دوباره سوال شما بپرسید، خوب نفهمیدم. بله، در مورد کنسرت دیروز که اجرا کردید هم بگید به مناسبت روز مادر. آره، خیلی خوشحال بودم منو دعوت کنن برای این روز که خودم مادر هستم. خیلی مهم بود و این حالا که وقتی که خودتون مادر میشید، یه you're building a link between your ancestors and your kids. نمیدونم به فارسی چطور میشه گفت. بین اجدادتون، گذشتگانتون و همینطور بچه هاتون میخواید یک ارتباط برقرار کنید. البته من مادر نیستم ولی پدر هستم و حرفتون رو خیلی خوب درک میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم از آریانا وفاداری، خواننده اپرا از پاریس با ما. بعد نیست که بخش های دیگه از اجرای آریانا وفاداری رو با هم دیگه ببینیم. ممنونم از تک تک شمایی که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.